بسم الله الرحمن الرحیم. سعادتی حقیقی. در یکی از برنامه های تلویزیونی مردی ثروتمندی را دعوت میکنن و مجری برنامه از مردی ثروتمند میپرسه: ما از خیر و سخاوت تو با خبر هستیم که برای مردم زیاد خیر و سخاوت میکنی، اما کدام یک از این کارهایی که تو انجام دادی برای تو تأثیر بخش و خاطرمان است؟ مردی ثروتمند میگه: پیش از اونی که من درباره این صحبت کنم، مرحله هایی که به سعادت واقعی رسیدن را میخوام برای شما حکایت بکنم. مردی ثروتمند میگه برای به سعادت واقعی رسیدن چند مرحله را پس سر کردم. مرحله اول این بود که هر چیزی را دلم میخواست به دست می آوردم، باز هم خوشحالی و سعادت حس نمی کردم. مرحله دوم خریدنی اشیاهای قیمتبها به مانند صورت‌های قیمتبها، به مانند ظرف‌های قیمتبها، به مانند ماشین‌های قیمتبها، اما باز هم سعادت حقیقی را حس نکردم. مرحله سوم یخت‌های زیاد خریدم، قصر خریدم، جزیره‌ها را خریدم، اما باز هم خوشبختی را احساس نکردم. البته اون خوشبختی که با قلب و با روح است. آمدم بالاخره به مرحله چهارم که خیر و سخاوت است. دوست داشتم برای من پیشنهاد کرد که برای کودکان معیوب عربه های حرکت کننده بخرم و من هم بلافاصله سخن او را قبول کردم و یک مقدار مبلغ هم برای خریدن عربه های حرکت کننده جدا کردم. اما دوستم اصرار زیاد کرد که باید در تقسیم کردن اینا من خودم اشتراک کنم. اگرچه من زیاد گفتم کاری زیاد دارم، اما با اصرار زیادی دوستم بالاخره در تقسیم کردن عربه های حرکت کننده اشتراک کردم. وقتی عربه ها را برای معیوبان تقسیم میکردن، میدیدم کودک ها بسیار خوشحال بودند، بسیار با این عربه ها میبالیدند و میفخریدند و با هر طرف حرکت میکردند. اما جایی که برای من تکان دهنده بود و خاطرمان بود این بود که وقتی که از اونجا خارج میشیدیم، یکی از اینها پاهم سخت داشت و عجیبش این بود که در چشمای من بسیار با دقت نگاه میکرد. میگه خواستم با لطف و کرم و مهربانی دستش دور کنم تا خارج بشیم از اینجا. میگه اما اون با سختتر میقپید. بعد پایین شدم، گفتم پسر جان، پیش از اونه که ما اینجا را ترک کنیم، پیش از اینه که از اینجا ما بریم، چی خواهیشه داره که ما انجامش بتیم؟ میگه این معیوب، این طفل خردسال معیوب، میگه به چشمان من میگه نگاه کرد و گفت: میخواهم چهره ات را در یاد بگیرم تا در جنت در نزد خدا بار دیگر از تو سپاسگزاری کنم. ماس میگه همینجا بود که سعادتی واقعی حقیقی را حس کردم. برادر و خواهران عزیز، سعادت حقیقی اون نیست که چیزی را به دست بیاری. بعضا وقت سعادت حقیقی اون وقت می شود که چیزی را بر کسی بدهی.